سلام جمعه 25 بهمن 98 14 فوریه 2020 من واقعیتش اینه که خیلی عبا دارم از اینکه در مورد مسائل شخصی افراد و حوزه خصوصیشون صحبت بکنم مگر کسانی که دشمنیشون با مردم ایران از نظر خودم 100 درصد ثابت شده یعنی واقعا یک علائم و نشانه های کافی داشته باشم که ثابت میکن اینها دشمن ملت ایران هستند و با دشمن اصلی ملت ایران که حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه همکاری دارند ازش حمایت میکنن و مبلغش هستن ازش تبلیغ میکنند یکی از کسانی که بیش از افراد عادی حتی بسیار بیشتر از بعضی از افرادی که در داخل کشور هستند از علی خامنه حمایت میکنن و در حمایت از علی خامنه ای به اپوزیسیون اهانت میکنن تمسخر میکنن دست میندازن عطا الله مهاجرانی خب کسی این حرفا رو میزنه و کسی از تمام توان سخنوری و نوشتاریش استفاده میکنه به نفع حکومت که متاسفانه خیلی پرونده روشنی نداره در زندگی یک بار اولین باری که عطا مهاجرانی اومد در مورد خامنه ای صحبت کرد اومد گفتش که حتی یک نقطه خاکستری در زندگی علی خامنه ای نیست خب این حرف حرف خیلی سنگینی یعنی کسی که سمره سی سال رهبریش فقر گسترده ای مردم توسعه فساد تا بالاترین سطح مدیریت کشور اینو به خصوص من بگم ببینید ما در همه دوره های تاریخی کشور در دوره همه سلسله های پادشاهی و حکومتی فساد داشتیم اما واقعیتش اینه که در حدی که معاون اول رئیس جمهور خود رئیس جمهور رئیس مجلس رئیس قوه قضایی علنا فساد بکنن و هیچ ابایی هم نداشته باشن از اینکه فسادشون مطرح بشه و فقط با کسی که افشا میکن و برخورد کنن ما در هیچ دوره نداشتیم یعنی اگه کسی دزدی هم میکرده اینقدر آشکار نبوده در دوره علی خامنه ای صادق لاریجانی علنا دزدی میکرد و الان اینقدر بوی تعفن فسادهاش بارا رفته که ناچار شدن برای بعضی از کارهای تبلیغاتی و خونسا کردن بعضی از خبرهایی که علیهشون هست بیان نزدیکترین مشاور صادق لاریجانی یعنی اکبر تبری رو بازداشت کنه که البته دیدید تب اون هم خوابید یعنی دو سه ماه اول اسامی مختلف رو گفتن بعض از قضات رو گفتن دستگیر کردیم بعض از مقامات حراست قوه قضایی رو گفتن دستگیر کردیم و بعضی از افراد دیگه رقم کلان گفتن و تب اون هم خوابید خب یک کمچین آدمی که در دوره رهبریش یعنی از روزی که رهبر شده روز به روز هم حجم فساد رفته بالا هم سطح فساد به معنای اینکه از نظر سطح رتبه بندی مدیرانی که دوچار فساد هستن روز به روز رفته بالاتر تا به حد رئیس قوه قضاییه رسیده در مورد اون فرد عطا مهاجرانی میگه که حتی یک نقطه خاکستری در زندگیش نیست و همین عطا مهاجرانی میاد اپوزیسیون رو مسخره میکنه و بهشون وعده میده که جمهوری میمونه و شما خواهید رفت حالا که اینطور هست من خواهم ناچارم حالا بحث پرونده دکل فرزند من کاری ندارم چون واقعا نمیدونم قوه قضایی ایران من همونطور که احکامش در مورد سیاسی ها رو قبول ندارم احکام سیاسی رو در مورد احکام اقتصادیش هم نمیتونم مطمئن باشم که خصومت شخصی یا واقعا تخلفی صورت گرفته اما یک مورد به صورت قطعی بود و اون که ایشون برای پسرش از پادشاه عربستان بورسیه گرفته آدمی که حالا راه میره همه رو متهم میکنه به همکاری با عربستان و با همکاری با دشمنان ایران من میخوام یه مرحله برم بالاتر از پسرشون بگذرم دو تا سوال میخوام مطرح کنم آقای عطا مهاجرانی اقامتش در لندن به چه صورته یقینا کسی با ویزای توریستی نمیتونه 11 سال 12 سال در لندن بمونه ایشون یا بایستی پناهندگی گرفته باشه بعد اینو بیاد علنا به مردم بگه اشکالی هم نداره ها اصلا هیچ اشکالی نداره یک نفر از شر جمهوری اسلامی بره به کشوری پناهنده بشه که بتونه زندگی بکنه حالا یا زندگی بکنه که کار سیاسی بکنه یا زندگی عادی بکنه اما اگر پناهندگی گرفته باشه بعد کسی که به خاطر با ادعای ترس و ناامنی در داخل کشور از کشور دیگه پناهندگی گرفته بشینه در اون کشور امن و از همون حکومتی که باعث آوارگی هزاران نفر صدها هزار نفر شده و باعث زندانی شدن و اعدام و حتی کشته شدن در هواپیمای مردم شده از اون حکومت دفاع کنه خب یا پس ایشون باید پناهنده باشه یا بایستی اقام... یک ویزای کاری داشته باشه بیاد بگه بابت چی ویزای کاری گرفته البته من حدسی میزنم ایشون سالها برای اشرق الاوسط روزنامه و به سعودی مقاله می نوش. شاید اونها براش ویزای کار گرفتن ولی باید بگه یعنی کسی که در کار همه دخالت میکنه همه تمسخر میکنه باید بگی بگی بسیار خب من ویزای کار گرفتم از طریق شرق الاوسط یا از طریق فلان مؤسسه معرفی بکن این چیزی نیست که کسی که فعالیت آشکار سیاسی میکنه بایستی همه جنبه های زندگیش آشکار باشه من خودم بارها اعلام کردم عکس محل کارم رو گذاشتم من در یک مغازه یو پیس کار میکنم و این رو بارها گفتم و یک بسیار از افراد هم فکر آقای مهاجرانی برای اینکه مطمئن من چیکار میکنم اومدن و از در دوستی و محل کار من رو دیدن حتی یک فردی که چند سال پیش آقای برای عروسی دخترش اومده بود آمریکا میزبان آقای مهاجرانی بود و زنگ زد منم دعوت کرد که برم خونه‌شون وقتی آقای مهاجران بود و من نرفتم اون هم اومده و محل کار من رو دیده هر کسی هم سوالش رو جواب بده اما آقای مهاجران هم باید بیاد بگه که نوع اقامتش در انگلیس چیه گفتم یه فرضش که پناهندگی باید بگه اما اگه کسی پناهنده است حق نداره از حکومتی که به خاطرش پناهنده شده و هزاران صدها هزار دفاع بکنه یا باید ویزای کار داشته باشه باید بگه برای کجا کار میکنه میگم من خودم حد سمینه که ایشون برای مؤسسه اشرق و اوسط رسمی به عربستان و سعودی کار میکرد چاید اونا برایش ویزای کار گرفتن ولی باید اینو بهت بگه یا نه ایشون ویزای دیپلماتیک داره از طریق سفارت ایران یا سفارت عربستان یا یه جای دیگه به هر حال باید بگه مسئله دوم محل درآمد ایشونه آقای مهاجرانی که دیگه نه داخل ایران هست نه اینجا سخنرانی میکنه که پول بهش بدن یکی از منابع درآمدش من قبلا گفتم هم اشرق الاوسط بود که شما مرتب براش مقاله می نویش به زبان عربی اما الان برای اون که دیگه نمی نویسه محل درآمدش رو بگه کسی که میاد اپوزیسیون رو با متهم میکنه به وابستگی و تمسخر میکنه و وعده پایداری دائمی جمهوری اسلامی رو میده بایستی بیاد بگه که محل درآمد خودش چی برای اینکه مردم باورش بکنن پس این دو تا سال ازشون دارم نحوه اقامتش در انگلیس چیه در سایه ملکه انگلیس داره زندگی میکنه و زندگیش از کجا تعمین میشه لندن یکی از گرانترین شهرهای دنیاست من خودم هشت ماه در لندن زندگی کردم در یک آپارتمان در یک خونه بسیار کوچک ماهی هزار پوند اجاره میدادم الان اگه آقای مهاجرانی حتی حقوق وزارتش رو از ایران تبدیل به پوند بکنن بفرستند به اونجا نصف اجاره یک اتاق در لندن هم نخواهد چون در شهر لندن زندگی میکنه و هم مسئله نحوه اقامتش هم درآمدش باید بگه و ما یک پیشنهاد هم برای آقای مهاجرانی دارم آقای مهاجرانی که خیلی سعی میکنه چهره خیلی استاندارد از جمهوری اسلامی نشون بده و یک حکومت مردمی ازش نشون بده یک حکومت پایدار و منطقی حالا میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی از طریق ایجاد یک حزب برای اینکه بگه جمهوری اسلامی استاندارد حزب داره یک حزب درست کنه خوشبختانه افرادی هم هستن که به حزبشون ایشون به سابقه کاری آقای مهاجرانی هم میخورن مثل آقای گلزار مثل آقای شهاب حسینی که اتفاقا کسانی هستن که اونها مثل آقای مهاجرانی حالا آقای مهاجرانی خارج از خانمش فقط میره ایران و میاد اونها خودشون میرن و میان میتونه اونها را هم جذب کنه برای حزبش و همگی با همدیگه دست جمعی فعالیت حزبی بکنن برای دفاع از جمهوری اسلامی اون خیلی هم به جمهوری اسلامی بیشتر مزه میده هم موثرتره آقای مهاجرانی قطعا اینها رو باید جواب بده و البته مسائل دیگه هم هست که من به تدریج خواهم گفت اما فعلا این دو سوال ازشون دارم و اون پیشنهاد رو موفق باشید